چطوری؟ افسون؟ خب ببینم زنده است الان، حالش خوبه؟ زنده است ولی وضعش بده، گفتم شاید بخواید بدونید. آذر، آسیا امیدو میبری تو اتاقش؟ چه خبره؟ چی شده؟ افسون تیر خورده. یعنی چی؟ مگه بازداشت نبود؟ کی زده؟ نمیدونم، فرار کرده بعدم تیر خورده. کی زده؟ نمیدونم ریحان، هیچی نمیدونم. باید زود برم بیمارستان ببینمش. باید ببینمش. نه میرم، تو نزده باشیش میرم. الو میرا، من دیگه نیستم مامان بزرگ. اگه تو هنوزم درد انتقام گرفتن داری، من دیگه کنارت نیستم. چرا نمیفهمی؟ سالها با آتیش انتقامت فقط سر عزیزامون بلا آوردی. ما بچه‌هاتو سوزوندی مامان بزرگ. نه این قانون عوض شد، نه تو. ولی میدونی من عوض شدم. من عوض شدم مامان بزرگ. وقتی تو چشمای اون زن، همونی که جون بابامو گرفت و بچه‌مو دزدید، نگاه کردم، فهمیدم من عوض شدم. نمیذارم امید پسرم به سرنوشت من دوچار بشه. نه من از بچه‌م جدا میشم، نه اون از باباش. حالا تو هم تصمیم تو بگیر، عزیزه میمونی؟ یا اینکه عایشه میشی؟ زودتر جواب بده. عایشم خوش اومدی. بیا میرون. خبر رو گرفتی؟ حالا با بابام حرف زدم. چرا سر خود همچین کاری کردی؟ چرا به من خبر ندادی؟ والا یهویی شد، منم تا شنیدم پریدم. اون زنه چه شد؟ وضعش وخیمه، احتمال زنده موندنش کمه. چیزی که لایقش بود و گرفت، مثل اینکه کار محمود بوده. موضوعش چطوره؟ اونو ژاندارمری برد، منم وکیل فرستادم رسیدگی کنه. اگه تو چیزید میشد چی؟ ها؟ وقتش که میرسید من به خزر چی میگفتم؟ به من نمیگفت که چرا حواست به بچه‌م نبوده؟ چی باید میگفتم؟ خوبم من، خوبم، نگران نباش. ببین میران، فردا روزی اگه باز درگیر این کارای خطرناک شدی که بهتر اینه که نشی، چون دیگه بچه داری، زن داری، خونواده داری، دیگه فقط خودت نیستی. ولی بازم اگه درگیر شدی به من بگو، هر کاری میخوای بکنی با هم میکنی.
باشه باشه، ممنون. تو هم اگه گیر کردی به هم بگو. ممنون پسرم. مخلصیم. روز خوش. برو مراقب خودت باش. گفتی نگران نباش، ولی فکرم درگیر شده. خوبی؟ خوبم فرشتم، نترس، چیزی نیست. از آذر خبر داری؟ زنگ زد گفت تو بیمارستان منتظره. تعریف نمی کنی چی شده؟ همه چیو میگم. بیا بریم تو. بیا ببینم. بیا 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 بیا. یکی دنهی باباش. اینجوری شد دیگه. هدف اصلیش من بودم، ولی همه چی یه جور دیگه شده. افسون افتاد تو تلهی که آماده کرده بود. این هرس چیه؟ این همه هرس برای چیه؟ حتی به قیمت جونشم ول نمی کنن. نفرت نفرتو بزرگتر می کنه. آخرشم برمی گرده به ما ضربه می زنه. من نگفتم که ناراحت بشی. خواستم بدونی. تازه هرچی هم که بشه راه و جای من مشخصه. مامان بزرگ چی؟ باید تصمیم بگیره. دیگه دشمنم نداره بخواد باهاش به جنگه. اگه انتخاب کنه عزیزه بمونه، باید از ما فاصله بگیره. بگذاریم، اینا رو فراموش کنیم. یه چیز قشنگ بگو. میگم، ولی به هیچ کس نگو. وای خدا، مربوط به ماست؟ نه اصلا، ولی مربوط به دو نفره که دوستشون داری. نگاه هنوز داره میخنده. من دیگه واقعا دارم نگرانت میشم. بگو چی میخوای بگی تو رو خدا. بیا بگیر. واسه یه کادو بود. داشتم میمردم اینجا. بازش کن. ارزش هیجانی که دادی و داره. مطمئنم میارزه. این که نیست. دارم بابا میشه. من دارم بابا میشه. یعنی چی؟ تعجب نکردی؟ نمیخوای سعی کنی بفهمی اون وسیله چیه؟ حتما قبلا زیاد دیدی. من اینو یا تو فیلم دیدم یا سریال، جای دیگه ای ندیدم. ولی زینب، چی میشه وقتی دو تا خط بشه؟ اگه اینو یه زن داده باشه، چشش هم اینجوری بدرخشه. حامل است. حامله ای؟ من بابا شدم؟ آره. ارزش هیجانشو داشت؟ مگه میشه نگرزه؟ چه خبره؟ این بهترین هدیه است. ممنونم خانم زیبایی من. قربونت برم چشا هویه من. فرهاد چرا اینقدر خوشحاله؟ من دارم بابا میشم. نه آره. ما داریم بچه دار میشیم. باورم نمیشه. بابا Thank you.
فرهاد؟ بابا؟ نه، نمیشه، 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 نه، نه. زینب مادر نیست، فرهاد بابای بچه یکی دیگه است. نه نمیشه، من چیکار کنم؟ وای چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ نمیشه، نمیشه، نه نمیشه، 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 نمیشه. من واسه پس گرفتن فرهاد بچه رو سخت کردم. زینب حامله نیست. نمیشه، 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 نمیشه. یارا خوبی؟ منو گول زدی برای اینکه همه چی از چنگم در بیاری. شایدم منو گول زدی که انتقام گذشته رو بگیری. چرا این کارو با ما کردی؟ ها؟ یارا من کاری باهات نکردم. آروم باش. کسی چیزی بهت گفته؟ فرهاد تو گفتی دیگه، گفتی تنها مانه بینمون بچمه. چرا ما رو بازی دادی ها؟ چرا؟ یارا من همچین چیزی بهت نگفتم. تو حالت خوب نیست. من اینو بهت نگفتم. خب آروم باش و به بچت فکر کن. بچه نیست، من بچه رو سخت کردم. بچه رفت. به خاطر تو این کارو کردم، واسه اینکه من و تو با هم خوشبخت بشیم، دوباره شروع کنیم. چی کار کردی؟ به خاطر تو بچه رو سخت کردم. این کارو کردم که دوباره با هم باشیم. یارا تو خوب نیستی. نه ببین، عقلت درست کار نمی کنه. تو مریض شدی. میبرم توش خونوادت. نه آروم باش. من هیچ جا نمیرم. میخوای همه چیمو بگیری اینجا خوشبخت بشی؟ نه من اینجا میمونم. ببین نمیدونم چه جوری همچین کاریو کرده، ولی دیگه نمیتونی اینجا با ما زندگی کنی. میبرم از خونتون. باشه؟ نه من اینجا میمونم. یارا نه، خانوم این امارت منم. منم، فهمیدی؟ نه این زن سه روزه. من اینجا میمونم، اینجا مال من. یارا آروم باش. شیدا وسایل یارا نه آورده. میبرم از خونتون. اینجوری نبرش، بذار به خانوادش خبر بدیم. تو کردی، کارت سوه، مارموز. تو نقشه یه همیتیو کشیدی. یاران. تو نقشه کشیدی، کارت سوه. یاران. بیچارت میکنم. یاران یاران فرهاد، یاران فرهاد آروم باش. به ما فکر کن. آروم باش یاران، یاران آروم باش، آروم باش، آروم باش. ای وای، یعنی الان فرهاد ما پسر رفیق من داره بابا میشه. آره تو این شرایط تو هم دیگه میشی عمو میران. آره والا امیدم خواهر برادر دار میشه. آخیش دلمون لک زده بود برای خبر خوش. ریحان خیلی خوشحال شده. باید بهش زنگ بزنم بابا فرهادو بترسونم. نه میران نمیشه، شاید زنش هنوز نگفته بهش. اول از اون بشنوه. حالا مگه چی میشه یکم ازش حرف بکشم؟ از رو دهنش حرف بکش، ولی زایه نکنه که گفت باید جوری رفتار کنی که انگار تازه شنید. چجوری؟ شوخی میکنی؟ نه بابا داره بوق میخوره. الان میشنوه. فرهاد چی میگی؟ جدی نمیگی که؟ خوبه؟ ناره میرا خوبه، کار کن بشنوه حال تو بگیره. Thank you.
رسیدیم یارا. جهان خونه است؟ بله. بیا یارا. بیا. دوباره که برمیگردیم امارت خودمون. به من اعتماد کن، همه چی درست میشه. خوب میشی. خب دوباره میریم نه؟ درو باز کن. میخوایم به مامانم اینا بگیم؟ آروم باش. باشه. آروم باش. کسی نمیتونه بهت آسیب بزنه. آوردمت پیش خانواده، جات امنه. باشه. 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 بیا دیگه برگردیم امارتمون. باشه. یارا. تو فقط فکرت به هم ریخته. باشه. یکم ذهنت به هم ریخته. من اصلا نمیخوام باهات بدرفتاری کنم. به خودت بیا. باشه. باشه. بیا بریم خونمون دیگه. باشه. آقا جهان. نه نه نه، من نمیخوام اینجا باشم. یارا. من نمیخوام اینجا باشم. یارا تو رو خود آروم باش. آقا جهان. من میخوام برم. یارا. من میخوام برم. یارا. یارا. چی شده؟ دخترم چه خبره؟ یارا دخترم چه خبره؟ پاشو. یارا دخترم پاشو. وایسا به بچت بکن. وایسا یارا. دخترم چه خبره؟ همه چی ازم گرفتی، حالا میخوای من برم که خوشبخت بشین مگه؟ یارا دخترم به بچت بکن، تو رو خدا اینجوری نکن. بچه این نیست، بچه این وجود نداره مامان. یاران یعنی چی دخترم؟ بچه مو سخت کردم، فرهاد ازم خواست. بیشم به خاطر دیوونگی خودت جون یه نوزاد کوچیکو گرفتی. فرهاد ازم خواست. فرهاد بگو دیگه. نه مامان نه. بهت گفتم برو. آقا جهان ببخشید. ببخشید. نمیخواستم اینجوری بیارمش، ولی یاران نورمال رفتار نمیکنه. فکر کردم پیش خانوادش باشه بهتره. باشه فرهاد باشه. تو ببخش بسرم. بابا درست میشه پسرم، درست میشه. رابیو برو تو. اصلا ازم برجان نگرفتی ها؟ اصلا رحم نداری؟ تو آدم نیستی نه؟ دختر یعنی گفتم بعد اینکه مادر شد دلش نرم میشه، محبت رو یاد میگیره. نشد، چون همه مادر نمیشن. شاید مادر نشدنت بهتر بوده. ریحانو ببین، از اون یاد بگیر. برای اینکه اون طفل معصومو به دنیا بیاره مرگ خودشو به جون خرید. تو چی؟ برای اینکه خانم امارت بشی جون بچه‌تو خدا لعنتت کنه. آدم از دفاع کردن بچهش خسته میشه جهان. من خسته شدم. یعنی اتاقی که یه هفته است نذاشتی بیام توش اینه؟ نه پسندیدی؟ اصلا همش این نیست، کار یه دیگه هم میکنی نه؟ تموم شده. چرا؟ چی بگم؟ خب چطوری بگم؟ هرچی میخوای بگو دیگه. پسندیدی یا نپسندیدی؟ همین. عالی شده، محشر شده، خیلی قشنگ شده. بچه دست درد نکنه. فکر کردم نپسندید. مگه میشه نپسندم؟ فرشتم درست کرده. دست درد نکنه. کم و کسری داره،
ولی همراه پسرم اتاقش هم بزرگ میشه. پسرم بزرگ میشه، جوون مرد میشه، ختنه هم میشه. مگه نه؟ نمیخوای حرفشو بزنی ولی باید ختنه بشه. اون موضوع باز نکن. آخه هنوز کوچیکه، بذار بزرگ بشه. فرشتم، میدونی که دستور دکتر نبود صبر میکردیم، ولی باید ختنه بشه. باشه، میدونم باید ختنه بشه، ولی واقعا دلم نمیاد. حالا هرچی، ببین تختشو گذاشتم اونجا، ولی بازم کنار ما میخوابه، چون هنوز به بوی ما نیاز داره. منم به یه چیزایی نیاز دارم، حالا چی کار کنیم؟ خب باشه، ما میایم تو بغلت دیگه، چی کار میشه کرد؟ تو نگاه نکن، نگاه نکن، نگاه نکن. میران اومدم، دم درم. ما هم داری میاییم. چی شده؟ سپرایزه، زیاد سوال نپرس. ببینم میپسندی یا نه. میران، این بزرگ میشه میخواد بره مدرسه. میشناسمت، میگی حتما من باید ببرمش. اینجوری مادر پسر میگردی. منم میخواستم گولت بزنم ولی اونقدر خوشگله که نتونستم. به خانم من میاد. بابا محفوظ ماشینه برات ساپار. به خوشی استفاده کنی. ممنون بابا. مبارک باشی. انشالله بی خطر رانندگی کنی. انشالله انشالله. برو یه دور بزن دیگه. الو. دو روزه با من تمرین کردی میرونی. کافی هیجان زده نشی. قبلش هم با من تمرین کردی. آره با تو هم تمرین کردم. بابا چی کار کنم؟ پس بپر بالا. فعلا. تشکر تو، چشمای خندونتن، بخندی کافیه. زود باش، همه منتظرمونن. بلدی چجوری روشنش کنی؟ به سلامت، بیا برو تو، بیا بریم، بیا. آفرین، برو ببینم بریم. چطوره ها؟ خوبه خوبه، فقط یکم دیگه میتونیم تون بریم، انگار داریم آروم میریم. سرعتمون چطوره؟ خوبه. حرف بابا محفوظ رو گوش کن، هیجان زده نشو. اینجوری بگی هیجان زده میشم. دو روزه چه خوب رانندگی یاد گرفتی. دست بابام درد نکنه. از منم تشکر نکن. امروز اینجوریه. رانندگی ما پسندیدی؟ خیلی خوبه، ولی نمیتونی بس من رانندگی کنی. نه بابا، چرا اون وقت؟ همین جوری دیگه چه فرقی دارم با تو؟ فرقش اینه که من هم میتونم به راه نگاه کنم، هم به تو. بس بایستیم یه جا چایی بخوریم. ببینشا، حالا شد خانومم. میران تلفن وصل میشه به ماشین، میتونی بازم درستش کنی؟ درستش میکنم خانم، کافیه بخوای. چند بار بگم گشنم نیست. نمیخوریم نخور، میذارم اینجا. چقدر باید اینجا بمونم؟ میخوام برم بیرون. یارا، اگه یکی دیگه این کارای تو رو میکرد
از خجالت آب میشد میرفت زیر زمین. تو هنوزم پر رو بازی در میاری. دعا کن دخترمی، وگرنه تو رو... وگرنه چی؟ مینداختیم بیرون؟ بنداز، منم همینو میخوام، میخوام از اینجا برم. یاران، از به دنیا اومدنت پشیمونت میکنم. تو خونه ای، بهت اتاق دادیم، غذا میارم برات، دیگه چی میخوای؟ مشکل شما اینه، خونه شما، اتاق شما، غذای شما، من اینا رو نمیخوام. من میخوام خانوم امارت باشم، میخوام یاران خانوم باشم. میخوای یاران خانوم بشی؟ آره. آره. چون فقط به هر یاران خانومی، نه؟ از تو هیچ وقت خانوم در نمیاد. روانی. خب رانندگیم چطور بود آقا میران؟ والا دیگه من اینجا میشینم، تو رانندگی میکنی، من حالشو میبرم. قبوله. میران وایسا اسب که نیست، ماشینه، باید صداش در بیاد، خشک خالی نمیشه. اگه امید بیدار شده باشه ماشین و اسبا نشونت میدم. خب بیا بریم. حلالت باشه خانم خوشگلم. ممنون. یاد گرفتی دیگه نه؟ آره، خوش اومدی. چطوری آذر؟ تقریبا خوبم. راستش میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. میخواد راجب افسون یه چیزی بگم. اون دیگه نمیتونه راه بره، نمیتونه حرف بزنه، نیاز به مراقبت داره. گلوله بر جایی خورده، نه فقط پاهاشو، طرف چپ بدنشم از کار انداخته. دیگه توان بدی کردن به کسی رو نداره. اون همه کینه، اون همه نفرت، همش تموم شد. با کینه و نفرت یک زندگی خیلی ها رو نابود کرد. خیلی فکر کردم که ولش کنم برم، ولی هر چقدرم که نخوامش، وسط اون همه نفرت حس مهربونی رو فقط نسبت به من داشت. شاید بزرگترین امتحان منم تو این دنیا افسون اصلان بیه. من میخوام اونو با خودم ببرم، تا آخر عمرش با من میمونه. کی میرین؟ امروز یا فردا میرین؟ ممکنه فکر کنی کارم اشتباهه، ولی درسته من اینه. تو خیلی فکر کردی، بعد تصمیم گرفتی، ولی بازم هر موقع نیاز داشتی ما اینجاییم. برای همیشه. کم مونده بود اینو یادم بره، برای اون آقا کوچولوه. ممنون. وقت خداحافظیه. برای همه چی ممنونم. ما ممنونیم، خیلی کارو برامون کردی. هم خواهر هم عمه، ممنون برای همه چی. اصلا خودتو ناراحت نکن. ممنون داداشی. ممنون دخترم، برو به سلامت. مطمئنی؟ برو به سلامت. ببخش دخترم، خیلی ناراحتت کردم. من همه چیو فراموش میکنم خاله عزیزه. ناراحتیم نسبت به تو رو میذارم پشت این در رو میرم. نگران نباش. من دیگه برم. به سلامت. همه دارن میرن دنبال زندگیشون، نباید بهشون بگیم بمونن. دفترها بسته شدن، ما اینجاییم، خانوادمون اینجاست. جفتمون با مامان بزرگ سرد رفتار کردیم،
وقتی حتی آزارم افسونو بخشیده، به نظرت اشتباه نمی کنی؟ همه به زمان نیاز دارن. پسرم، تو چرا بیدار شدی؟ چی شده؟ چی شده مامانی؟ خدایا، بیا. پسر، بیدار شدی؟ آره؟ میدونم از این روشا خوشت نمیاد، ولی قدیمی ها یه چیزی میدونستن. به نظرم یه امتحان بکنیم. اون اوایل مادری کردم بود، الان برای خوابوندن دست به هر روشی میزنیم. مگه نه پسرم؟ ها؟ چی کار کنم؟ نمیخوابی خب؟ بایسا، خوب بگیریشا، مواظب باش، محکم بگیر. ما رو هم اینجوری بزرگ کردم، ولی الان میگن خوب نیست. ببین چقدر آروم شد. ببینش. نه میرا، هنوزم چشمش باز نگاه میکنه. ای بابا. نه بیا. من اینجوری خیالم راحت نیست. روش قدیمی رو پسر ما سازگار نیست. اینو ببینش آخه. ما چی کار کنیم با تو آقا کوچولو ها؟ ما مامان بابای ناشی، یکم کمکمون کن. الان بوی بابایی حالش خوب میکنه. بیا ببینم. بیا. تو دنبال بوی بابایی؟ بو کن ببینم چی کار کنی. وایسا ببینم، من یه چیز دیگه هم بلدم. بیا ببینم. کجا وایسا؟ بیا. مامانت هم دقیقا ماشین اینجوری میروند. شوماخر شده واسه خودش. میبینی حالا؟ ریحان شوماخر. شوماخر چیه؟ میرون بسته دیگه، بچه سرش گیج رفت. کدومتون بچه این؟ من قاطی کردم. من این روش تازه پیدا کردم، به این میگن خوابوندن بچه با رقص. وایسا. چیزایی که حق من بوده مال شما شده. آره، اول ریحان، بعدم زینب. من میدونم چی کارتون کنم. اسمم یاران نیست. اگه حقتون رو که به دستتون نذارم. آسیه، اینجا چه خبره؟ صبح بخیر ریحان خانم جون. امروز روز مهمیه برای آقا امید. ببین مامانی، میبینی؟ بابات گفته بود کاری نمی کنم، ولی باباتو میبینی؟ آروم نداره. بریم ببینیم دیگه چی کار کرده. بریم ببینیم. بریم. خسته نباشی. ببین مامانی، ببین. وای خدا. آی شما خوبین که نه؟ بیا ببینم. بیا بریم ببینم. ببینیم واسه پسرم چی کارا کرده. خسته نباشی. Mm-hmm.
صبح بخیر آقا داماد. داماد امروز آقا امیده. این همه چیز لازم نبود. درخواستای مخصوص ناسوخان آقا میرانه. آقا میران کجاست؟ خودم میرم میبینم. خسته نباشی. باشی. اوه عزیزای من، هم بوست کردم ولی عصبیم ازت. مگه قرار نبود بزرگ نباشه؟ اینجا چه خبره؟ بابا من میخواست اینجوری باشه. اگه چیزی برای جشن گرفتن هست باید جشن بگیریم. اونم حتما میبینت. من راستش من از ترس دل تو دلم نیست. اصلا نمیفهمم چرا برای ختنه کردن جشن میگیرن. حرفشو زدیم که ترس نداره. خودت هم میدونی که اگه خطره عفونت مجاری ادرار نبود سب میکردی. باشه، چه میشه کرد؟ بیا بریم لباسایی که برای ختنه سرون گرفتم و نشونت بدم. بیا بریم، دکتر الان میاد. برای بچه یه ماه لباس ختنه سرون گرفتی؟ معلومه که گرفتم. بیا بریم ببینیم. مگه میشه پسر من لباس ختنه سرون نباشه؟ بپوشه. چرا اومدیم اینجا؟ بیا اول برو توش ببین خوشت میاد همون جوری که میخوای دلبازه. مدرن درستش میکنی. معمار داخلی هم پیدا کردم، همه چیزشو درست میکنه. ببین اینجا یه چیزی شبیه تاب برا درست میکنه. اینجا هم دوتا صندلی میذاریم، میخوام شبا با همسرم حرف بزنم. یعنی این خونه یه جدیدمونه. اینجوری نبینش، خوشت نیومده؟ خوشت نیومد؟ چند روزه میخواستم سورپرایزت کنم ولی کاش نمیکردم. بخوای جای دیگه ایو میبینی؟ وایستا صبر کن، خودت بریدی و خودت هم دوختی. آخه خوشت نیومد؟ مگه میشه خوشم نیاد؟ سورپرایزت خیلی خوب بود ولی ولی من یه فکر دیگه ای داشتم. چی؟ چه کار خوبی کردین اومدین. مامان اسما چطوری؟ خوبم دخترم. چطور باشم میبینی دیگه؟ دخترم زینب خوشگلتر شده. خانم من همیشه خوشگله مامان. کاش قبل اومدن خبر میدادین غذایی که دوست دارینو درست میکردم. نه مامان، ما زیاد نمیمونیم، اومدیم یه خبری بهت بدیم. ایشالله که خیره. مشکلی نیست مگه نه؟ نه، ما تصمیم گرفتیم از امارات اسلام بی بریم. اخیش بهترین تصمیم رو گرفتین. اون امارات برای هیچکی خوشیام نبود. هر کی توش زندگی کرد بدبخت شد. خب خونه ای که دوست داشتین رو پیدا کردین؟ نه پیدا نکردی، ولی زینب میگه اون بچه هایی که کنار مادر بزرگ و پدر بزرگشون بزرگ شدن بچه های خوشحالتری بار اومدن. درسته، ولی چی شده؟ ما میگیم بچه ما با مامان بزرگش بزرگ شه، پر محبت بشه. شما بچه واقعا راست میگی؟ راست میگی، معلومه که راست میگیم اسما سلطان. خدا رو شکر، خدا دخترم دنیا رو به من دادی. پس من چی ماما؟ فرهادم قشنگم، خیلی خوشحالم کردی.
شما منو خوشحال کردی.